سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. لعیا زنگنه متولد 14 مرداد 1344 در تهران بازیگر سینما و تلویزیون است. او فارغ التحصیل لیسانس ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر تهران می باشد و دوره دیده کلاس نقاشی هم هست. او متأهل بوده و به شدت عاشق فوتبال و آرژانتین است. لعیا زنگنه فرزند مهندس یاشار زنگنه، معاون اسبق نظام مهندسی استان اصفهان و مهدیه موسوی است و با اصالت لور بختیاری از منطقه اقلید فارس است. استعداد هنری لعیا زنگنه توسط امین تارخ در سال 71 کشف و با هدایت هنری و مشاوره محمد علی کشاورز و ثریا قاسمی وارد عرصه سینما و تلویزیون شد. لعیا زنگنه در دوران دانشجویی در چند نمایش از جمله پارانویا، یادگار، خالخالی و همچنین در فیلم کوتاه دانشجویی در کنج تنهایی بازی کرد. بازی در نمایش یادگار سالهای شن ساخته علی رفیعی در سال 71 نخستین کار حرفه‌ایش در تئاتر بود. او با دعوت و اصرار جمشید بهمنی در زمان دانشجویی با بچه‌های تئاتر دانشگاه فعالیت خودش را به صورت مبتدی آغاز کرد و رفته رفته با چهره‌های شاخصی همکاری کرد. در یکی از بازی‌های تئاتر رضا ایرانمنش او را دید و از طریق دوستی او را به حمید لبخنده کارگردان برای بازی در سریال جدیدش معرفی کرد. به این ترتیب خانم زنگنه در سال 74 وقتی 30 ساله بود در سریال در پناه تو به کارگردانی حمید لبخنده با نقش مریم افشار جلوی دوربین رفت. او به همراه بازیگران دیگر این سریال همچون پارسا پیروزفر، رامین پرچمی و مرحوم حسن جوهرچی به اوج شهرت رسید. لعیا زنگنه در سال 75 در دوران اوج شهرت خود با فیلم رازمینا وارد سینما شد. اما بازی کوتاه او در فیلم مزاحم سیروس الوند در سال 80 بهترین نقش آفرینی او در سینما بود. این خانم بازیگر در ادامه در سال 76 در سریال در قلب من بازی کرد. سپس در مجموعه تولدی دیگر حضور داشت تا اینکه برای زندگی مدتی به خارج از کشور نقل مکان کرد. او در سال 79 در سه فیلم تکیه بر باد، شیفته و رنگ شب به ایفای نقش پرداخت و در سال 80 در فیلم‌های هفت ترانه و مزاحم سیروس الوند در نقش ماهرخ بازی کرد. او در سال 85 برای اولین بار با مسعود کیمیایی همکاری کرد و در فیلم رئیس در کنار ستارگانی چون فرامرز غریبیان، مرحوم خسرو شکیبایی، امین تارخ و مهناز افشار حضور داشت. در سال 86 در سریال مدار صفر درجه حسن فتحی در نقش زینت الملوک جهانبانی ایفای نقش کرد. در سال 89 بود که برای بار دوم در فیلم جرم اثر مسعود کیمیایی حضور داشت و در سال 90 در فیلم زندگی خصوصی حسین فرحبخش بازی کرد. زندگی خصوصی پس از 6 روز اکران به دلیل مخالفت انصار حزب الله توقیف شد. اما پس از مدتی علیرضا سجادپور، مدیر نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد از اکران محدود این فیلم خبر داد. ولی پس از مدتی شورای نمایش از لغو کلی مجوز این فیلم خبر داد. این فیلم روایت فردی به نام ابراهیم است که در ابتدا فردی تندرو بوده و پس از اخراج از مقام‌های دولتی خود به عنوان اپوزیسیون در روزنامه‌اش آغاز به انتشار مطالبی جنجالی می‌کند و شیوه زندگیش به طور کامل عوض می‌شود. پس از قتل میترا استاد، اصغر نعیمی عنوان کرد، داستان فیلم زندگی خصوصی پس از 8 سال دیروز به شکل واقعی به اکران در آمد. لعیا زنگنه در سال 94 در فیلم این زن حقش را می‌خواهد به کارگردانی محسن توکلی بازی کرد. این فیلم داستان پایداری یک زن را روایت می‌کنه که سعی در گرفتن حق قانونیش از طریق مراجع قضایی برای قصاص فردی که او را مضروب کرده داره. او برای بار سوم در سال 95 در فیلم قاتل اهلی با مسعود کیمیایی در کنار پرویز پرستویی همکاری کرد. در سال 98 در سریال برادرجان محمد رضا آهنج و
و در سال 99 در مجموعه نمایشخانگی آقازاده به ایفای نقش پرداخت. او در مصاحبه ای گفته در سینما و تلویزیون گزیده کار کردم. برای پذیرفتن هر نقش ابتدا باید گروه رو دوست داشته باشم. حتی اگر کار هم ضعیف باشد، چنانچه ارتباط مناسبی با گروه برقرار کنم، حاضرم در فیلم حضور داشته باشم. لیا زنگنه به شدت محافظه‌کار است و کمتر مصاحبه می کند. اما او سالهاست ازدواج کرده و از این زندگی صاحب یک دختر می باشد. او اضافه کرد، عاشق فوتبالم. نمی توانید تصور کنید وقتی من فوتبال می بینم چه ریختیم. اصلاً یک آدم دیگه می شم. شاید یکی از دلایلی که فوتبال رو دوست دارم همینه که کاملا زمان و مکان و همه چیز از یادت میره. خانم زنگنه که در بین نقاشان و هنرمندان تجسمی صاحب نام است، اولین بار در سال 2010 نمایشگاه نقاشی خودش رو در تورنتو کانادا برپا کرد. سپس در نمایشگاه پازل تهران موجب حیرت و تشویق طرفداران خودش شد. استعداد هنری لیا زنگنه در سال 71 با راهنمایی امین تارخ در کلاس‌های فن بیان به مسیر درست هدایت شد و مشاوره‌های محمد علی کشاورز و ثریا قاسمی در فعالیت‌های تلویزیونیش او را به جایگاه هنری برتری رساند. او در ادامه افزود وقتی من بازیگر وارد دفتر کارگردانی می‌شوم که زنگ زده و به من پیشنهاد کار کرده، اولین حرفی که میزند این است که خانم زنگنه شما همیشه با این لباس بیرون میرید و من فکر میکنم این آقا وقتی به یک بازیگر خانم زنگ میزنه انتظار دیدن دختری که لباس ساده پوشیده و کارهای عجیبی با صورتش نکرده نداره. این خیلی اذیت کننده است. من اعتقاداتی دارم و در کشور اسلامی زندگی میکنم که رهبر دینی من کسی است که ادامه نسلش یک زن است. اگر در این مملکت من کاره‌ای بودم اجازه نمی دادم کسی اسم دخترش رو فاطمه بگذارد، چرا که خیلی سنگین است. او بانوی ما و بانوی تمام عالم است. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.